همه چیز از اون شب نورانی شروع شد که پیامبر اسلام توی غار حرا تنها بود. کتابی بود که از ازل پیش خدا بود و اسمش لوح محفوظ بود. کتابی که توی اون تک تک اتفاقایی که قرار بود بیفته نوشته شده بود و حتی توی این کتاب اومده بود که هر برگ قرار کی از شاخش کنده بشه و به زمین بیفته. توی این کتاب همه ی اسرار هستی نهفته شده بود. میگن شب بیشتر با روح انسان سازگاری داره تا روز. شاید به همین خاطر خداوند متعال شب رو برای نزول قرآن به پیامبر انتخاب کرده. قرآنی که از کتاب لوح محفوظ بیرون آورده شده بود ابتدا تو آسمون دنیا قرار گرفت و قرار بود از همونجا به صورت تکه هایی تو دل شب تو غار حرا به پیامبر نازل بشه. اون شب یکی از اتفاقهای مهم دنیا اتفاق افتاد و پیامبر اسلام با قرآنی که به اون نازل شده بود آشنا شد. ولی یه سوال که برای منم پیش اومده اینه که چرا اون شب؟ این سوال یه سوال بی خود و بیهوده نیست. این شبی که قرآن به پیامبر نازل شد راز بزرگی با خودش به همراه داشت. با وجود اینکه 1400 سال گذشته ولی این راز بزرگ همچنان به ما مسلمون ها خیلی مربوط هستش. شب قدر و اسرار این شب. اگه آماده ی شنیدنش هستین ویدیو رو با هم دیگه شروع میکنیم. عزیزای دلم، شب پر از رمز و راز هستش. وقتی تو تاریکی و آرامش شب با خودمون خلوت میکنیم انگار که شب مثل دری هستش که به عالم معنا باز میشه. این حرفام واسه کسایی که از فیض شب بهره میبرن خیلی بیشتر ملموس هستش. پیامبر اکرم هم تو شب به معراج رفته و خب تو نمازهایی هم که اول صبح خونده میشه قدرت معنوی بیشتری نهفته هستش. تو دین اسلام عبادت شبانه خیلی مهم هستش. خداوند متعال وقتی از بنده های صالحش صحبت میکنه به کسایی اشاره میکنه که سحرگاه استغفار میکنن. توی بین شبها یه شبی وجود داره که توش اتفاقای جالبی تو زمین و آسمون میفته و عبادتی که تو این شب انجام میشه چندین برابر بقیه عبادت های ما ثواب داره. ثواب عبادت هایی که تو این شب خاص انجام میشه بیشتر از ثواب عبادت هزار ماه هستش، ولی زمان دقیق این شب معلوم نیست. فقط یه سری علامت ها و نشونه های این شب اشاره شده که بهشون که میشه با توجه به این علامت ها فهمید شب قدر کی هستش. بیاین با هم دیگه ببینیم که این نشونه ها چی ها هستن. تو شب قدر درهای بخشش و مغفرت و رحمت خداوند تا بی نهایت به روی بنده هاش باز میشه. پیامبر اکرم فرموده که شب قدر یکی از 10 شب آخر ماه رمضان هستش. بیاین با هم دیگه تصور کنیم که میدونیم شب قدر کدوم یکی از این 10 شب هستش و اینکه بتونیم این شب رو به بهترین شکل ممکن پشت سر بذاریم. ببینیم تو این شب عزیز به اذن خدا چه اتفاقایی قراره برامون بیفته و قراره که شاهد چه چیزایی باشیم. یکی از نشونه های شب قدر آسمون صاف و آروم هستش. هوا تو این شب عزیز ملایم هستش، یعنی هوا نه سرده و نه گرم. سگا هم تو این شب قدر آروم هستن و برخلاف بقیه شبها پارس نمی کنن. قشنگ میشه احساس کرد که این شب با بقیه شبها فرق داره. تو این شب هیچ ستاره‌ای تو آسمون حرکت نمی کنه. با وجود اینکه ما قادر به دیدنش نیستیم ولی تو این شب تو آسمون دنیا هم اتفاقهایی میفته. یه سری اتفاقهای عجیب. فرشته هایی تو این شب به زمین میان. بعضی از این فرشته ها اولین بار که دنیا رو از نزدیک می‌بینن. این فرشته ها فقط برای این شب آفریده شدن و همراه بقیه فرشته ها به زمین میان. این فرشته ها به رهبری جبرئیل به دنیا فرود میان و تو سر تا سر دنیا پراکنده میشن. هر جا کسی در حال دعا خوندن، عمل خیر انجام دادن، ذکر گفتن، قرآن خوندن باشه کنارش فرود میان و بالهای رحمتشون رو براش باز میکنن. هرچند ما قادر به دیدن و شنیدنش نیستیم ولی این فرشته هم کنار انسان ها شروع به دعا کردن میکنن و میگن پروردگارا به ما سلامتی و آرامش عطا کن. تا
تا زمان طلوع خورشید یه چنین شب معجزه‌واری رو پشت سر می‌ذاریم. یکی از نشونه‌های جالب شب قدر هم وجود داره که برای عبید ابن عمر اتفاق افتاده. بنا به روایت عبید ابن عمر تو شب قدر کنار دریا میره و از آب دریا میخوره و میبینه که آب دریا شور نیست و برعکس خیلی هم شیرین و خوشمزه هستش. توی شب قدر دعاها و کارهای خیری که بنده انجام میده براش تو پرونده اعمالش به اندازه 30,000 تا ثواب نوشته میشه. این شب عزیز که توش گناههای انسان بخشیده میشه به نظر شما اصلا چرا وجود داره؟ چرا خداوند متعال یه همچین شبی رو به بنده هاش عطا کرده؟ پیامبر اکرم میدونستن که امتهای قبلی عمری طولانی داشتن و همونطور که میدونین قبلا عمر انسانها خیلی بیشتر از الان بود. پیامبرایی رو میشناسیم که تا 1,000 سال هم عمر کردن. پیامبر بعد از شنیدن این موضوع برای امت خودش غمگین میشه و کمی اندیشه میکنه، چون نسلهای فعلی در مقایسه با نسلهای قبلی طول عمر کوتاهی دارن. به همین خاطر اعمال و کارهای خیر ما در مقایسه با مردمی که 1,000 سال عمر کردن خیلی کم و ناچیز هستش. خداوند متعال هم برای برطرف کردن غم پیامبر شب قدر رو به مسلمون‌ها عطا کرد و هر کسی بتونه از فضیلت این شب بزرگ بهره‌مند بشه در مقایسه با مردمی که عمر طولانی داشتن ثواب این شب براشون بیشتر از 1,000 سال نوشته میشه. بیاییم با هم دیگه ببینیم که با انجام چند تا عبادت تو این شب عزیز چطور میشه ثواب بیشتری کسب کرد. مثلا خوندن سوره قدر تو شب قدر ثوابش بیشتر از خوندن کل قرآن تو زمانهای دیگه هستش. گفته شده که اگه مسلمونی تو این شب خاص که یکی از 10 شب آخر ماه رمضان هستش 3 بار لا هلا الا الله بگه، تو دفعه اول گناهاش بخشیده میشه، تو دفعه دوم از آتش جهنم نجات پیدا میکنه و تو دفعه سوم هم وارد بهشت میشه. بنا به بشارت پیامبر اکرم کسایی که تو این شب به خاطر ایمان به فضیلت این شب و به امید دریافت اجر و ثواب از خداوند اعمال خیر انجام میدن همه گناهانشون آمرزیده میشه. بنا به توصیه رسول خدا تو این شب اینطوری به درگاه خداوند دعا کنیم: ای خداوند بخشنده، تو بخشیدن رو دوست داری، من رو هم مورد مغفرت خودت قرار بده. با اینکه یه چنین شبی به ما عطا شده ولی ما نمیدونیم کدوم شب دقیقاً شب قدر هستش. به نظر شما حکمت این ندونستن چیه؟ به نظر خیلی از علمای اسلامی علت اینکه دقیقاً معلوم نیست کدوم یکی از این 10 شب شب قدره این هستش که فرد مؤمن از فضیلت این شبها برخوردار بشه. چون اگه مسلمان‌ها می‌دونستن که کدوم شب دقیقاً شب قدر هستش، فقط به شب زنده‌داری و احیا تو همون یه شب اکتفا می‌کردن. در عوض این عدم شفافیت باعث شده تا افراد مؤمن 10 شب از این ماه مبارک رو به خاطر احتمال شب قدر بودن به عبادت مشغول بشن. همونطور که اول ویدیو هم گفتم آثار و نشونه هایی وجود داره که مختص این شب عزیز هستش. این آثار و نشونه ها کدوم ها هستن؟ قبل از هر چیزی لازم به گفتنه که بدون شک شب قدر یکی از شبهای ماه رمضان هستش. این موضوع قطعی هستش. گفته شده که صبح شب قدر دریا آروم میشه و رنگ خورشید هم موقع طلوع قرمز میشه. تو حدیث شریفی گفته شده قسم به پروردگار یکتای بزرگ، شب قدر یکی از شبهای رمضان هست. شب قدر شبی هست که پیامبر اکرم ما رو به خوندن نماز امر کرده. بنا به یه روایت دیگه هم پیامبر اکرم فرموده که اگه میخواین بدونین شب قدر کدوم شبه، شب قدر شب 27 ماه رمضان هستش و به ما توصیه شده که این شب رو به شب زنده داری و ذکر گفتن و عبادت کردن سپری کنیم. هرچند عموماً این گفته پذیرفته شده که شب قدر شب 27 ماه رمضان هست، ولی روایاتی هم وجود دارن که میگن شب قدر یکی از 10 شب و یا 7 شب آخر ماه رمضان هستش. به نظر من به همین خاطر بهتره که 10 شب آخر ماه رمضان رو طوری عبادت کنیم که انگار همه این شبها هر کدومشون شب قدر هستن. نظر شما چیه؟ آیا از امشب تا آخرین روز ماه رمضان برای برگزاری مراسم شب قدر آماده هستیم؟